با نام و یاد خداوند، بنفشه یعقوبی از افغانستان برنده جایزه شجاعت وزارت خارجه آمریکا شد. بنفشه یعقوبی عضو پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان از جمله برندگان جایزه زن شجاع سال 2024 وزارت خارجه آمریکا شناخته شده است. قرار است این جایزه به تاریخ 4 مارس به خانم یعقوبی و 11 زن دیگر اهدا شود. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا درباره خانم یعقوبی آمده است که او سالها به عنوان وکیل مدافع حقوق زنانی که با خشونت مواجه شدند کار کرده است. سازمان رهیاب را در سال 2008 با همسرش برای ارائه آموزش و توانبخشی به افراد کمبینا در افغانستان تأسیس کرد. وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته است که بانو یعقوبی در کمیسیون حقوق بشر نیز بر آموزش کودکان نابینا تمرکز داشته است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا همچنان آمده است که این فعال حقوق بشر اکنون در تبعید زندگی می‌کند، اما همچنان یک مدافع خستگی ناپذیر برای شهروندان افغانستان دارای معلولیت می‌باشد. پیش از خانم یعقوبی هم زنانی از افغانستان برنده جایزه شجاعت وزارت خارجه آمریکا شناخته شده است. باید افزود این جایزه افتخاری سالها از جانب دولت آمریکا به زنان اهدا می‌شود که زندگی خود را وقف تغییر زندگی مردم در کشورهایشان کرده است. در همین حال گزارش ها می رسد که دزدان مسلح یک جوان را در خوست کشتند. منابع محلی در خوست می گویند که دزدان مسلح یک جوان را در ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه این ولایت کشتند. و گفته منابع، این جوان روز پنجشنبه در یهود از سوی دزدان زخمی شده بود و امروز در شفاخانه جان باخته است. منابع می گوید که این جوان عرفان الله نام داشته و در مقابل خانه‌اش در روستای داداو هدف تیراندازی دزدان مسلح قرار گرفته است. مسئولان محلی طالبان در خوست تا اکنون در مورد قتل این جوان اظهاری نظر نکرده است. ساکنان خوست میگویند که در این اواخر دزدی‌های مسلح در این ولایت افزایش یافته است. آنها از طالبان میخواهند که امنیت مردم را در این ولایت تأمین و از دزدی‌های مسلحانه جلوگیری کند. بیننده‌های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با هم با اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا گزارش دیگر، خدا نگهدار.